سلام، مریم هستم. میخواییم با هم برش و دوخته این کت زیبا رو انجام بدیم. در ویدیوی قبل کامل طریقه کشیدن الگوش رو توضیح دادم. پس خواهش میکنم تمام مراحل رو با من انجام بدین و در آخر نظرتون رو برام بنویسید. تمام قسمت های الگو رو روی پارچه پهن میکنیم. ببینید من از قبل کامل پارچم رو لایه کشی کردم، یعنی اینکه تمام قسمت‌هاش رو لایه پرشین چسبوندم، چون پارچم رنگ روشن داشت از لایه حریر استفاده نکردم. قسمت بالا دولای بسته است، قسمت پایین دولای بازه. جای دوخت‌ها رو دقیقاً مثل اینکه من دارم توی فیلم نشون میدم بذارید. ببینید قسمت های پهلو فقط 3 سانتی متر و قسمت پایین اون قسمت یقمون هم باید 3 سانتی متر جای دوخت براش لحاظ کنید و بعد تمام قسمت ها رو برش میزنید. این قسمت الگو و برش رو اگه دقیق انجام بدین دیگه هیچ مشکلی هنگام دوخت پیدا نمی کنید. اینجا تمام قسمت ها رو من برش زدم و یه نکته مهمی که باید رعایت کنین اینه، هنگامی که یه مدل خاصی میخواییم بدوزیم برای اولین بار، برای اینکه مطمئن بشین که آیا مدل به هم میده یا نه، بهتره همیشه از یه پارچه که غیر قابل استفاده است استفاده کنید و مدل روش برش بزنید، دوخ کنید همه یه قسمت هاشو و تن خودتون کنید. وقتی که مطمئن شدید میره سراغ پارچه اصلی و پارچه اصلی رو برش میزنید. پس این نکته رو همیشه رعایت کنید تا به هیچ مشکلی بر نخوریم. ببینید من قسمت پشتم دقیقا انجام دادم. تمام قسمت های الگو رو من اومدم کاربن کشیدم. شما میتونید کاربن بکشید. میخوایم تمام خط هامون مشخص بشه، تمام زاویه هامون مشخص بشه. پس ببینید بهتره که تمام قسمت ها رو مشخص کنید. شما میتونید حالا زاویه ها رو با مداد مشخص کنید، فرقی نمیکنه. اما من تمام قسمت ها رو اومدم کاربن کشیدم تا دقیق باشه. توی این مرحله میایم سجاف اون قسمت هفت یقمون رو دوخت میکنیم. ببینید خیلی دقیق تمام قسمت ها رو دوخت کنید تا کارتون تمیز بشه. برای اینکه وقتی برمیگردونیم کارو حالت ضخیم به خودش نگیره، یک لایه از دوخت و ببینید یک لایه از پارچمون رو میایم کمترش میکنیم. ما بهش میگیم لا و نیم لا. قسمت جای دوخت رو به سمت سجاف برمیگردونی و نیش چرخ روش میریم. ببینیم به حالت نیش روش دوخت میکنیم. این قسمت خیلی مهمه. اگه این دوخت رو نزنید همیشه سجاف برمیگرده به سمت روی کار. اما با این کار خیلی تمیزتر و شکیلتر میشه. نکته مهم دوختین هر قسمتی رو که دوخت کردین مرحله به مرحله اتو بزنین. اتو کشی خیلی مهمه. اینجا من اتوشو زدم، دو قسمت رو ببینید دوخت کردم، اتو زدم و میذارمش کنار. حالا قسمت دیگه‌ای که باید بدوزیم ببینید اینه. میایم این قسمتی که ببینید قسمت زاویه‌مونو میایم یه خط میکشیم به این حالت. ببینیم به این حالت به سر زاویه از این جای دوخت این قسمت پایین به نقطه صفر اینجا یه خط میکشیم و اینجا رو اجازه بدین من ببینیم این قسمت رو میایم چرت میزنیم. دوتا رو از هم جدا میکنم چون میخوام دقیقا روی خود کاربون ها بشه، یه دفعه جا به جا نشه. و این قسمت رو ببینید چرت میزنم تا صفر اینجا، از این سمت هم به همین حالت چرت میزنم تا صفر اینجا.
ببینید اینطوری شد. بچه ها ببینید مرحله بعدی این قسمت خط داله یقمونه، درسته؟ میام اینو میذارم روی اینجا. ببینید این یقه قرار شد برگرده به این حالت و اینطور میشه. نگاه کنید. درسته؟ به این حالت میشه و ما باید اینجا رو بیایم دوخ کنیم. پس من اینو الان دوختش میکشم. من الگو رو میذارم که به شما نشون بدم که منظورم چیه. ببینید من اومدم این الگوی ماه، درسته؟ اون موقع که الگو میکشیدیم گفتم 3 سانتی متر جای دوخ حتما اینجا لحاظ کنید. 1 سانتی متر هم که خب این قسمت گذاشتم، این قسمت زاویه رو باید ما بیایم ببینیم به این حالت بیایم اینجا رو چرت بزنیم. پس اینجا حتما به این قسمت باید به صفر برسونیم. حالا از این سمت ببینید این نقطه میشه صفر ما. من میام اینجا رو ببینید به این حالت به صفر برسونم. یکم دقت کنید حتما دقیق باشه، چون اگر که این اشتباه بشه بعد به مشکل برمیخوریم. این مال این قسمت. حالا سمت دیگه یه کار. ببینید این قسمت کار. این الگومونه، چون میبینم کاربون هام پیدا نیست، الگو رو میذارم روش که دقیق تر بتونم بهتون رو نشون بدم. ببینید اینجا رو این به این حالت قرار میگیره، درسته؟ پس من میام بذارین یکم بالاتر اینجا. ببینید اینجا رو اومدم چرت زدم تا کجا؟ تا این نقطه. این سمتش رو هم اینجا رو. توی این مرحله ببینید وقتی که ما این دوتا الگوم این قسمت بالا رو میذاریم روی همدیگه حتما باید جفت باشه، یعنی این کاربون ها دقیقا باید روی هم قرار بگیرم. این سمتشم به همین حال اینا باید دقیق روی هم باشن. حالا ببینید این باید برگرده به این حالت. بذارین اینجاشم من سوزن تهگیر بزنم که دقیق. حالا میام زاویهشون بزنم. این یه زاویه، این هم یه زاویه. این دوتا رو میذارم روی هم دیگه و سوزن تهگرد میزنم. حالا خب خیلی راحت تر میتونی. میتونی حتی اینجا رو هم همین کار رو انجام بدی که دیگه تکون نخوره قسمت زیری. ببینی؟ حالا اینو برش میگردونی به این حالت. خب و ببینی این صفری که اینجا این قسمتی که چرت زدیم باید بیایم بذاریمش روی این نقطه. ببینید اینجا و سوزن تهگرد میزنی. ببینید اینم این قسمت. حالا میایم این سمتو ببینید میایم اینو برش میگردونی صفر اینجا این چرتی که زدیم روی اینجا قرار میگیره، خط کمر روی خط کمر قرار میگیره. بچه ها سعی کنید به نظر من برای اینکه دقیق تر بشه حتما اینجاها رو با دست بدوزید، یعنی کوک بزنید مطمئن شدیم بعد بیاین چرخش کنید به این حالت. اینها رو هم وصل میکنیم. من همینطور وصل کنم نشونتون بدم. یکم پیچیده است واقعا این قسمت هاش. ببینید اینجا هم که خب سرشونه روی سرشون و این قسمت. خب ببینید من این قسمت رو اومدم کوک زدم سمت دیگه یه کارو. ببینید این قسمت رو اومدم به اینجا بس کردم. این نقطه‌ای که گفتم نقطه‌ای که مال دکو بمونه.
اینجا رو اومدم وز کردم به این چرتمو به این قسمت زیری و این دوتا رو جای دوختش رو به هم دیگه کوک زدم. حالا میایم این تیکه سوممون، این حالت دکوب طرف پهلومونو میایم کمر رو میذاریم به کمر و باز اینها رو من میام کوک میزنم. شما حالا میخواین چرخ کنین فرق نمی کنه، اما من ترجیح میدم اول کوک بزنم مطمئن شدم بعد بیام چرخش کنم. پس اینها رو من رو به هم وصل میکنم و چرخ کردنش رو بهتون نشون میدم. ببینید من اومدم این قسمت هاش رو کوک زدم. بذاریم اینو باز کنم. ببینید همه رو اومدم اول کوک زدم ببینم درسته، بعد میام چرخش میکنم. حالا این یکی از پایین دوخت میکنم میام بالا برای اینکه کارم راحت تر بشه. همیشه برش های عصایی و یکیشو باید از سمت بالا بدوزیم بیام پایین، یکیشو از پایین بدوزیم بیام بالا. پس این قسمتش اومدم چرخش کردم. ببینید حالا قسمت دیگرش پس از همین قسمتی که چرت زدیم فقط باید دوخ کنیم. به این شکل یقه قسمت پایینمون تشکیل میشه و میتونی یه اتو بزنید و ادامه کار رو انجام بدید. ببینید قسمت پشتشو شما میتونید آستر بهش بدوزین. من اومدم همشو آسترکشی کردم. میتونیدم گاندوزی کنید کارتون تمیز بشه، این فرقی نمی کنه. ببینید تمام قسمت ها رو اوتو زدم به همین تمیزی. پس دقت کنید تمام مراحل رو باید حتما اوتو بزنید تا مدلتون اگه ایرادی چیزی داشت مشخص بشه. برای قسمت پشت نگاه کنید، قسمت پشت رو میان وسط پشت رو دوخت میکنید. من چون کاربون نکشته بودم الگو رو از روش بر نداشتم که خط وسط پشتم دقیق بشه. به این حالت وسط پشت رو دوخت میکنیم. مرحله بعدی دکوب ها رو باید بهش وصل کنیم. پس این قسمت هم کمر رو روی کمر میذاریم و بعد شروع به دوخت میکنیم. پس همینطور که گفتم برش های عصایی یکی از قسمت هاش از پایین دوخته میشه میره بالا و سمت دیگرش از بالا دوخته میشه میاد پایین. پس این نکته رو همیشه توی دوخت برش های عصایی رعایت کنیم. ببینید اینجا رو دیگه من نیومدم این برش عصاییمو مثل مدل جلو کوک بزنم. باز دوباره این قسمت رو سوزن تهگرد میزنم و از بالا دوخ میکنم و تا پایین ادامه میدم. من سعی کردم تمام مراحل دوخت رو بهتون نشون بدم. پس اگه که از آموزش های من خوشتون میاد
لایک رو فراموش نکنید و نظرتون رو حتما برام بنویسید. و اگه فکر میکنید برای دوستانتونم میشه مفید باشه این مدل، براشون ارسال کنید. ببینید، آستین کتیو همیشه درز روی آستین، یعنی قسمتی که سمت جلو قرار میگیره، دوخ میکنیم و بعد یک کشکاری ملایمی باید روش انجام بدیم و بعد درز قسمت پشت رو دوخ کنیم. درز قسمت پشت رو من 3 سانتیمتر جای دوخ گذاشتم که اگه احیانا خواستیم گشاد ترش کنیم بتونیم. پس از بالا دوخت میکنی و تا پایین ادامه میدی. توی این مرحله باید جیب قسمت جلو رو دوخ کنیم. من در مورد جیب توضیحات زیادی نمیدم چون قبلا کامل آموزش رو توی پستای قبل گذاشتم. میتونید نگاه کنید. ببینید جیب به همین تمیزی دوخته شده. پس حتما میتونید توی پستای قبل آموزش جیب و دقیق نگاه کنید. برای یقه، یکی از قسمت‌ها که قسمت روی کاره، من از راه پارچه در آوردم و دولای بسته و این قسمت رو از اوریب پارچه در آوردم. درز وسط یقه رو دوخت میکنم و حتما اینجا رو اوتو میزنیم. اضافه دوخت‌هاشو میچینیم و دو قسمت رو روی هم میذاریم و دور یقه رو دوخ میکنیم. من دقیقا آموزش یقه انگلیسی رو خیلی واضح پستای قبل گذاشتم. پس اینو هم میتونید نگاه کنید. دور تا دور یقه رو دوخت میکنی. یقه انگلیسی یا یقه بلیزر، برخلاف اینکه خیلی ها میگن یقه های سختی هستن، اما یقه فوق‌العاده ساده و راحتیه. فقط باید شما بتونید قلق کارشو یاد بگیرید. اگه مثل من دوخ کنید خیلی راحت میتونید یقه های انگلیسیتون رو دوخ کنید. ببینید، باز دوباره یکی از درس ها رو سواک میکنید. زاویه ها رو هم میچینید که موقع برگشت کارمون تمیز بشه. این قسمت رو هم باید حتما جای دوختش رو چرت بزنید. باز دوباره اضافه درس ها رو میدیم به سمت پشت یقه و دوختنیش رو انجام میدیم. بعد از این مرحله یقمون رو باید اوتو بزنیم. توی این مرحله یقه اوتو شده به این حالت. حالا نگاه کنید، همین حالتی که من انجام میدم، لایه روی کارو یه مقدار میدیم به سمت بالا برای اینکه وقتی یقه دوخته میشه خودشو بر نگردونه رو به سمت بالا، یعنی قسمت زیری نیاد به سمت بالا. به این حالت حالا میایم الگو رو میذاریم روش و دور تا دورشو صابون میکشیم. ببینید، من سعی کردم تمام نکته ها رو کامل بهتون نشون بدم و انجام بدم تا شما بتونید خیلی راحت این مدل رو دوخ کنید. پس خوشحال میشم که لایک رو فراموش نکنید و اگه دوست داشتید برای دوستانتونم ارسال کنید. دور تا دور، یعنی قسمتی که صابون کشیدم و میام یه مقدار 2-3 میل پایین ترش رو دوخ میکنم که یقه ثابت بشه و هنگام وصل به مشکل بر نخوریم.
ببینید به این حالت میشه. حالا یه مقدار اضافه داره، اضافه ها رو میچینیم. به این حالت. توی این مرحله باید سرشانه ها رو به هم بدوزیم. سرشانه پشت و جلو رو به هم وصل میکنیم. سمت دیگه یک کار رو هم به همین حالت انجام میدیم. من سرعت فیلم رو زیاد نکردم تا شما خیلی راحت بتونید مراحل رو ببینید. توی این مرحله باید سجاف رو دوخت کنیم. ببین اینا رو روی هم میذارم تا دقیق بتونم سجاف رو متوجه بشم به چه روش باید دوخت کنم. چون به همین حالتی که من میذارم بذارید تا سجافتون راحت تر دوخته بشه. می‌بینیم به این حالت سجاف ها رو به هم می‌دوزیم. من چون از قبل همه قسمت ها رو کاربن کشیدم، یعنی مشخص کردم خط ها رو، برای همین با سوزن ته کرد دقیقا روی هم فیکسش میکنم و بعد دوخ میکنم. خوشحال میشم که این مدل رو دوخ کنید و حتما عکسش رو برای من ارسال کنید. سمت دیگه یک کار رو هم همینطور ببینید. سجافش رو میخوام دوخ کنم و همون روش باید وصلش کنم. تمام قسمت هاشو اوتو باید بزنیم و ادامه کارو بدیم. توی مرحله بعدی باید یقمونو وصل کنیم. ببینید این قسمت رو من اوتو زدم، یه آموزش قبلا گذاشتم که یقه رو کامل اوتو کارشو نشون دادم. به این حالت وسط یقه رو میذارم اینجا به وسط یقه پشت و یه اندازه میزنم ببینم آیا دقیقا قرار میگیره اون نقطه‌ای که باید دوخ کنم یا نه. این قسمت رو چرت میزنم، قسمت دال پایینی رو، و روی این قسمت میذارم و مشخص میکنم. خب درست بود. توی این مرحله میام اون قسمت دال قسمت پایینی رو دوخ میکنم. ببینیم به این حاله. سمت دیگه‌ش هم دوخ میکنیم.
چرت اینجا رو باید تا صفر اون قسمتی که دوختیم بزنیم. اون قسمت زاویهش هم میچینیم. به این حالت میشه. تو این مرحله میام یقه رو وصل میکنیم. وسط یقه رو میذاریم به وسط هلال گردن پشت و این قسمت رو هم ببینی این قسمت رو کاملا میذاریم اینجا. این قسمتش یکم مهمه دقیق انجام بدیم و ببینیم این قسمت رو دوخت میکنیم. به قسمت زاویه که میرسیم ببین بچه ها دقت کنین، قسمت رو سوزن رو میذاریم داخل کار باشه، پایه رو بلند میکنیم و تا سوزن، تا جایی که سوزن قرار گرفته سلایه رو با هم چرت میزنیم. باز دوباره ببینید تنظیم میکنیم، جای دوختار رو میذاریم روی هم دیگه و شروع به دوخت میکنیم. شما حتما این کار رو انجام بدین، فوق‌العاده یقتون رو راحت میتونین وصل کنین. ببینید چقدر تمیز شد. نگاه کنید به همین تمیزی و زیبایی میتونید یقه انگلیسی خیلی راحت رو دوخت کنید. زاویه هاش هم نگاه کنید خیلی تمیز و خوب شد. به این حالت یقه‌مون دوخته شد. من اتو زدم اومدم. مرحله بعدی نگاه کنیم بچه ها، باید چون این چند لایه با هم زخیم میشه، قسمت وسط که یقه قرار گرفته رو بیاین یکم درزش رو سبک کنیم. این قسمت های جای دوخت ها رو هم بچینیم. با این کار ضخامت کارتون گرفته میشه. ببینید به این حالت من درس ها رو میذارم روی هم و دوخت میکنم که سجاف و تنه به هم دیگه فیکس بشه. حتی بچه ها من بعد اومدم کل کت رو آستر کشی کردم. اول نمیخواستم آستر کنم، بعد دیدم خیلی تمیزتر میشه که آسترش کنم. به این حالت. توی این مرحله ببینید این درس ها رو با هم دیگه باید دوخت کنیم. اینا رو به هم ثابت میکنین که بعد وقتی میپوشین لایه کار باز نشه. ببینیم به این حاله. توی این مرحله باید درز پهلوها رو بدوزیم. کمر رو به کمر مشخص میکنیم و درزها رو میدوزیم.
مرحله بعدی سجاف رو به سجاف بست میکنیم و مرحله بعدی باید آستین رو دوخت کنیم. من این مراحل رو دیگه نشون ندادم. اینم آماده شده یه کار. البته آستین ها رو هنوز چرخ نکردم. تن مانکن میکنم یا تن خودمون باید بکنیم و این قسمت رو نگاه کنیم. این قسمت رو باید سوزن تهگرد بزنیم. بعد من کوک زدم و این قسمتی که دارم سوزن تهگرد میزنم و از پشت چرخ کردم. دقیقا همین قسمت رو چرخ کردم به این حالت. ببینید دو قسمت رو باید همین کار رو انجام بدیم. یکم قسمت زمان بره. اما فوق العاده کار تمیز و شیکی در میاد. امیدوارم که از آموزش خوشتون اومده.